در اوایل سال 1990 بود که فضاپیمای وویجر 1 موفق شد عکس مشهور نقطه آبی کمرنگ رو از سیاره زمین بگیر. در این تاریخ در حالی که فضاپیما در حال پیمودن مسیر خروجی منظومه شمسی بود، به دستور ستاره شناس کارل ساگان دوربین خود را به عقب چرخانده و از سیاره زمین که در میان فضای بیکران معلق بود عکس گرفت. در این عکس زمین تنها 0.12 پیکسل اندازه دارد. از این چشمانداز دوردست زمین شاید توجه خاصی را جلب نکند، ولی برای ما قضیه فرق میکند. دوباره به آن نقطه دقت کنید، آن همین جاست، آن مایی، بر روی آن همه کسانی که دوست دارید، همه کسانی که میشناسید یا حرفشون رو شنیده اید، هر انسانی که تا الان بوده و زندگی کرده، تمام خوشی و رنج های ما، هزاران دین مطمئن، ایدئولوژی ها و آموزه های اقتصادی، هر شکارچی و هر قهرمان و هر بزدلی، هر سازنده و ویرانگر تمدنی، هر زوج جوان عاشقی، هر پدر و مادری، هر فرزند امیدواری، هر مبدع و کاشفی، هر معلم اخلاقی، هر سیاستمدار فاسدی، هر رهبر کبیر و هر انسان قدیس و یا گناهکاری، همه آنها اینجا زندگی کردند، بر روی ذره‌ای گرد و غبار معلق در نور خورشید. زمین صحنه کوچکی در عرصه پهناور گیتی است. به رودهای خونی فکر کنید که شاهان و فرماندهان جاری کرده اند تا در شکوه و پیروزی لحظه‌ای بتوانند ارباب قسمت کوچکی از این نقطه باشند. به ظلم‌های بی‌پایانی فکر کنید که ساکنین یک گوشه از آن به یک گوشه دیگر داشتند. چه سوی تفاهم‌های مکرری، چقدر به کشتن یکدیگر مشتاقند، چقدر کینه هایشان عمیق است. این نقطه کمرنگ خودنمایی ما را، خود مهم پنداری خیالمان را و توهم این که یک جایگاه ویژه در جهان داریم را به چالش می کشد. در این گستره گیتی اصلا معلوم نیست از جایی کمکی بیاید تا ما را از دست خودمان نجات دهد. زمین تنها جایی است که تاکنون از حیات روی آن خبر داریم. هیچ جای دیگری نیست، حداقل در آینده نزدیک، که گونه ما بتواند به آنجا مهاجرت کند. فعلا زمین جایی است که باید در آن بمانیم. گفته می شود که ستاره شناسی تجربه فروتن کننده و شخصیت ساز است. شاید هیچ تصویری بهتر از این تصویر دور از دنیای کوچکمان برای اثبات غرور احمقانه انسان کافی نباشد. به نظر من این تصویر تأکیدی است بر مسئولیت ما در برخورد مهربان‌تر با یکدیگر و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ.
خانه‌ای که تا الان شناختیم.